عرض سلام و ادب دارم، شاهین نجفی هستم. امروز به ماجرای خانم شهناز تهرانی و لیلی گلستان می‌پردازیم. امروز که در قطار بودم و داشتم به سمت محل اجرا می اومدم، همونجوری هم که میبینید محل ضبطمون در سالن کنسرت هست، در واقع یه خبری رو من در اینترنت دیدم و شنیدم و واقعیتش بخواید بسیار من احساساتی شدم، خیلی ذهنم درگیر شد و از یه طرف متاسف شدم، از سوی دیگه خوشحال شدم. متاسف شدم از این جهت که در ابتدا دیدم کامنتی ظاهراً از طرف خانم لیلی گلستان در یکی از صفحه های در واقع رسانه ها زیر پستی که مربوط به خانم شهناز تهرانی بود و در اون ویدیو ظاهراً خانم تهرانی بحث وکالت دادن به شاهزاده رضا پهلوی رو مطرح کرده بودن، کسی با این عنوان اومده و کامنتی نوشته. نوشتن که یک فاحشه وکالت میدهد، یادمون نره کی بوده. دوباره نوشته خاک بر سر ما که یک کثافت وکالت میدهد. دوباره نوشته اگر ابتذال و فساد و فاسد را بشناسید نباید اجازه دهید به این خیزش و اعتراض ورود پیدا کند و آلوده اش کند. من ادعای جایگاه داشتن را هرگز نداشتم، اما به عنوان یک زن با تجربه می توانم بگویم که این خانم حق ورود به این خیزش پاک را ندارد. کدها را داشته باشید دیگه، حالا این شخص در ادامه صحبت می کنیم که چه اتفاقی می افتد. خانم شهناز تهرانی که معرف حضور هستن و فکر میکنم که اگر قراره بر قیاس باشه فقط شهرت رو در نظر بگیریم، مثلا خانم شهناز تهرانی باید بشه 90، خانم لیلی گلستان باید بشه مثلا 10، چون ایشون رو به هر حال یک جمع روشنفکری توی مقطعی در واقع میشناسن، نه عامه مردم، عموم مردم. خانم لیلی گلستان کیان؟ فرزند ابراهیم گلستان، نویسنده بزرگ ایرانی که و همچنین کارگردان مهم ایرانی و همچنین مادر در واقع آقای مانی حقیقی. اما خانم شهناز تهرانی از دهه 50 به این ور با صمد و با فکر میکنم حدود 20 تا نزدیک 30 تا فیلم سینمایی، فقط 50 تا سال 57 ایشون بازیگر مطرح سینما بودن در نقش‌های متفاوت. یه ویدئویی ضبط کرد که ویدئو رو ببینید، بسیارم واقعی ان دیگه، من این تیپ ها رو میشناسم، واقعی هن. همون چیزی که هستن رو نشون میدن و به همین ترتیب چون برهنه هستن، روحشون برهنه است، سریتر تیر میخورن، سریتر زخمی میشن. متنی که خانم شهناز تهرانی در زیر اون پست در واقع نوشته تکان دهنده است و انگار یک ادیب نوشته. تعجب کردم، من بسیار تعجب کردم از این جهت که خب شغل ایشون نوشتن نیست، شغلش بازیگریه. اوشون خانم گلستان باید در واقع متنی با این قدرت مینوشتن که خب ظاهراً حالا میگم چه اتفاقی میفته. خانم لیلی گلستان در زیر پستی که شبکه من و تو از ویدیو وکالت من به شاهزاده پهلوی گذاشته، من رو یک فاحشه کثیف خطاب کرد. خانم گلستان عزیز، از زبان خانم شهناز تهرانی، من شهناز تهرانی هستم و بیشک یکی از تابوشکن‌ترین زنان ایرانیم. از سالهای سال در تلویزیون، تئاتر و سینمای قبل از فتنه 57 درخشیدم. فتنه 57 در آمریکا، اروپا، کانادا، اسرائیل و غیره مرتب روی صحنه بودم. من اینجا میگم ایشون ویکی‌پدیاشون رو که چک میکردم ظاهرا به دلایل مشکلات اقامتی از آمریکا اخراجم شده بودن. حالا چجوری یه آدم سرشناسی این چنین کسی رو نداشته که کمکش بکنه؟ و میخواندم، بازی میکردم، میرقصیدم و تا به امروز لحظه ای از صحنه های کنسرت، رادیو و تئاتر توقف نداشتم و نقش های مختلفی را ایفا کردم. خوشحالم که فیلم هایی که در نقش یک فاحشه ظاهر شدم، نکته را داشته باشید، فیلم هایی که در نقش یک فاحشه ظاهر شدم به قدری در شما اثر گذاشته که در دنیای واقعی هم من را به همان نقش میشناسید. شخصیت فرهیخته ای مثل شما خانم گلستان که جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را نیز دارد، چنین تفکری بسیار دور از انتظار است. در انقلابی که به رهبری زنان آغاز شده و نامش زن زندگی آزادی است، همه زنان حق این را دارند که خواسته ها و مطالباتشان را فریاد زنند و شما با تهمت بی اساس زدن به دیگران، حتی اگر آن زن یک فاحشه و کارگر جنسی باشد، این حق را ندارید که آنها را ساکت کرده و دیگران را بر علیه آن فرد تحریک کنید. متاسفم، تمام. من باز هم توی اینترنت دیدم دبیرستان تا دبیرستان ظاهرا خوندنیشون. چی داره میگه؟ چگونه یک به نظر شما یک فاحشه در ذهن، یک فاحشه در بدن،
قرار بیاد و از این موزه صحبت بکنه. به چه نکاتی داره اشاره میکنه؟ میریم به سمت صفحه اینستاگرام خانم گلستان و پاسخی که ایشون دادن. دوستان، از شخصی برای سوالات متعددم مربوط به اینستاگرام و فضای مجازی زیاد نمیدانستم و هنوز هم نمیدانمش کمک خواسته بودم، پس به تبع با اجازه من به گوشی و اکانت اینستاگرام من دسترسی پیدا کرد. اینجا که اصلا اینو باید پیشاپیش شما با یک متخصص صحبت کنید که چه اتفاقی میفته که یک کسی گوشی خودشو اکانت اینستاگرام خودشو میده به کسی. این الفبای مسئله است و شما یک کسی، یک شخص فرهیخته، چگونه این اتفاق افتاده براش، منیجر شماست، مدیر در واقع مدیر برنامه‌های شماست، کیه، دوست، آشنا، اینا باید مشخص بشه. سوال ما داریم میکنیم، مثلا کاری که من انجام میدم سواله، من پرسش مطرح میکنم، با مخاطبم بلند بلند صحبت میکنم تا متوجه بشیم قضیه چیه. اما برای چند ساعت، نمیدانم چرا، ما باید بدونیم شیطنت کرد. اسمش را میگذاریم شیطنت. نه، من قدم به قدم میخوام. شیطنتی چی؟ شما با آبروی یه نفر بازی میکنی، حیثیت یک نفر رو زیر سوال میبری. شما یا کسی که با شما همکار هست و گوشیت اینقدر بهش اطمینان داری که گوشیتو میدی به دست کسی و شیطنت میذاری اسمشو؟ واقعا شما تصور میکنید یعنی کسی که ویتکنشتاین ترجمه کرده بار واژه ها رو نمیشناسه؟ یا شما در این اندازه هستید که میگی آره من خدایی هستم، بر تخت روشنفکری بر برج آج نشستم و یک حالا یک خانومی رقاصه ای نمیدونم همون فاحشه و نمیدونم فلانی که جمهوری اسلامی هم میگفت، خمینی هم میگفت، بسیاری از شما عزیزانی که بکراند چپ دارید همین نظر رو دارید، که البته خوشبختانه الان فاند خوب میدن، کار LGBTQ هم گرفته، طرفدار حقوق اقلیت‌های جنسی به قول خودتون اینا هم هستید، اشکال نداره. ولی ما که سابقه رو میشناسیم، که مگه سخنرانی آقای یوسف عبازری رو نشنیدیم؟ مگه در مورد مثلا یک خواننده پاپ با چه ادبیات و لحنی صحبت می‌کنه؟ یا برید حاج کافی رو گوش بکنید. حاج شیخ احمد کافی یک سخنرانی داره و اونجا در مورد خواننده مهوش دهه 40 فکر می‌کنم میاد میگه با همون زبان فرزندان زهرا، نمی‌دونم جوانان مسلمان، شما مرده‌اید، دارید به قبر فاطمه و محمد و علی میخندید، این همه جمعیت افتاده در دنبال جنازه یک فاحشه به نام مهوش که خواننده کاواره بود و فلان و بسا. این همون ادبیات. اینجا هم شما هم شیطنت کرد. چه شیطنتی؟ خبط کرده. چه شیطنتی؟ و نه تنها در مورد خانم تهرانی که زیاد نمیشناختمش، بازم دارید شما دروغ میگید. خانم تهرانی جدی و درست اشاره کرده در فیلم دره اسرار جنی که خود آقای گلستان پدر شما کارگردانی کرده، شما رو دیده، مادرش، خانواده شما رو میشناسه، بعد شما شهناز تهرانی رو نمیشناسی؟ من که بعد از انقلاب متولد شدم. آخه بابا بیخیال، شما چرا شما جماعت اسمتون رو بابا بگیم روشنفکر؟ والا من خجالت میکشم دیگه اصلا طرف روشنفکری ایرانی برم. نمیشناسی؟ دون شأن شما شهناز تهرانی بشناسی. ما میشناسیم، ما جواد یساری میشناسیم، عباس قادری میشناسیم، شهناز تهرانی میشناسیم، عشقم باهاشون میکنیم. شما نشناس. حالا ادامه. در مورد چند شخصیت دیگر هم در صفحه من استوری گذاشت و خودش جواب داد، دایرکت فرستاد و غیره. این آدم در عرض چند ساعت اومد گوشی رو گرفت، اینور بده اونور بده فلان بکن، نمیدونم حتما عکس سکسی هم فرستاده از اینور اونور. شما یه دفعه اومدی گفتی آه چه خبر شده، گوشی من چرا اینطوری شده، وای من خبر ندارم. اما نه، خبر منتظرید اسخای بشنوید از ایشون. نه، و من تمام امروزم رو با حجمی از فحش و ناسزا گذراندم. روز بعدی بود. اخ، تمام روزتون رو فحش ما علم غیب داریم، ظاهرا مخاطب علم غیب داره که شما فحش و ناسزا شنیدید و تازه طلبکارم هستید. دوستان، آن نوشته ها نوشته های من نیست. باید مراقب می بودم که نبودم، که نبودم یعنی تقریبا به بیضه ابوالفضل. نمیدانستم باید مراقب این یکی هم باشم. آقا ما یه مرغو بپزیم بیاریم اینجا خندش نمیگیره؟ میگی نمیدونستم باید مراقب بودم. اینستاگرام، فضای مجازی، از زیر شلواری آدم جدیتر قضیه. خیلی جدیه. نمیدونستید شما اصلا برای چی تو اینستاگرام هستید؟ برای چی فضای مجازی هستید؟ من نمیدونستید. اول سوال بکنید اصلا اصول اولیه تکنولوژی که شما چجوری نمیدونید؟ چون تمام عمرم نقشم مراقبت بوده. خب ما چیکار بکنیم؟ چیه این؟ یعنی چی این جمله چیو میرسونه؟ مراقبت بوده، بعد باید مراقب میبودی و میگی مراقب نبودم. بعد میگید کاش شما هم در قضاوتتون کمی تحمل میکردید که چه کسی رو دارید قضاوت میکنید و متهم میکنید. آ
اساسا جماعت مردم نادان، مردم کم فهم، بی سواد فلان، اینها اصلا چجوری به خودشون جرأت دادن اومدن در مورد خانم فرهیخته ویتگنشتاین ترجمه کرده، تئاتر دارن، فلان دارن، گالری دارن. مردم شما چجوری به خودتون جرأت میدید بهشون حرف بزنید، سوال بکنید، توهین بکنید؟ ایشون مگه نمیدونید کی هستش؟ البته جایگاه خاصی هم میگه نداریم که تو اون کامنت اون آقایه یا خانمه زدی که ما نمیدونیم کیه و ایشون هم عذرخواهی نمیکنه و نمیگه که اون کیه. چه کسی را واقعا؟ علارغم میلم که همیشه دوست داشتم با شما جوانها در ارتباطی مستقیم و صمیمی باشم که همیشه بودم، مجبورم مدتی کامنت ها رو برای راحتی خودم ببندم. پس میبندم. از همه تان دلخورم، از همه تان گلمندم، از همه تان رنجیدم و سلام. زن زندگی آزاد. خانم، شما خانم شهناز تهرانی رو ببخش و همه رو ببخش که ما چقدر نفهمیم که شما نفهمیدیم یکی دیگه اون پشت بوده. آخه تکنولوژی اینجوریه، اینستاگرام اینجوریه، وقتی یکی میخواد چیز بزنه معلوم میشه. منم الان میام یه اینستاگرام فوش میدم، فوش خار مادر میدم به اون، میگم بچه ها ببخشید من مثلا مدیر پیجم این کارو کرده، نمیدونم یکی دیگه این کارو کرد، به همین راحتی تمام. و تازه دلخورم هستم که چرا به من فوش. نه خانم، الان میخوایم از شما بریم جلوتر. من میخوام بحثم، تمام بحثم اینه که شما اتفاقا با همین ادبیات، اصلا اون کامنت ها رو ما فرض میکنیم که کسی دیگه نوشته، با همین ادبیات شما دارید اثبات میکنید که کجا وایسادید. شما دقیق دارید اثبات میکنید که کجا وایسادید. این نگاه رو ما بعد از انقلاب نسبت به بازیگران، خوانندگان، هنرمندان، اتفاقا کوچه بازاری ها، اتفاقا لالزارها، اتفاقا کسانی که اینها، جواد یسری حرف درستی میزنه، میگه آقا اونا خب جنگی هم بود دیگه بین کوچه بازاری خانها و اون کسانی که حالا ظاهرا پاپ میخونن، میگه آقا اون چیزی که ما میخونیم و اونا میخونن مال اونا میشه پاپ، مال ما میشه کوچه بازاری. فوش دیگه، کوچه بازاریه فلانه، نمیدونم. شما ریاکارید، نه توی لیلی گلستان. اون جریان ریاکاره، این دقیقاً همون جریانی که میاد پشت تریبون میسته در دادگاه و میگه من که یک مارکسیست لنینیست هستم، اولین بار معنای عدالت رو در اسلام و نزد مولایم علی یاد گرفتم. شما اگر جریانتون، جریان فکریتون دوباره شناسایی بشه، مشخص میشه که نگاهتون به زن چیه. اتفاقا منظور شما از زن بخشی از زنانه. زن روشن فکریه که کافه میگیره، یه سیگار اینور دود میده، پا میندازه رو پا، یه کوچولو فرانسه بلده، یکم بلده در مورد تئاتر حرف بزنه، گالری شما میاد، لباسای رنگی میپوشه. شما منظورتون همه زنان نیست. به همین دلیلم هم شهناز تهرانی ها رو نمیشناسید شما. بخشی وسط هم به همین دلیلم هم 40 و اندی سال سکوت کردید. ته داستانتون اینه که ته کار رادیکالتون اینه که موقعی که گالری نقاشی میخواید بذارید، اطلاعات میاد دم درتون، اون قابا رو برمی‌دارید و حرکت سنتیمنتال میکنید. قابا رو میذارید، نقاشی ها رو برمیدارید. اوه واه، چه حرکت رادیکال آوانگاردی. حرف در مورد زیاده. من کارم، ای کاش من کارم شومنی بود و خیلی راحت تر میشد کل این جماعت رو به مسخره گرفت. خود من رو هم باید به مسخره گرفت، همه چی رو باید به مسخره گرفت تا شما حداقل جماعت تافته جدا بافته متوجه بشین. ما که خدا رو شکر پدرمون نه پدر مادرمون نه روشن فکر بود، نه پیانو تو خونه داشت، اینا رو همه رو تو کارام گفتم. ولی بدونید جامعه ایران شما نیستید، شما یه بخشی هستید، بخشی صادراتی وارداتی هستید. مفاهیمی که وارد شده که اون ترجمه بد ویتگنشتاین، من دارم تاکید میکنم بهش به خاطر اینکه کسایی که ویتگنشتاین خوندن میدونن ترجمه افتضاح و آبرو بر شما چه بوده و بقیه کاراتون. در هر صورت اینو فقط بدونید، اگر قرار بر انتخاب باشه، ما واقعیت و برهنگی رو انتخاب میکنیم، جایی که سمتی از تاریخ که شهناز تهرانی های واقعی ایستادن، هر چند اگه با من نه موسیقیش نه هنرش سنخیت نداشته باشه، اما یک موی گندیده شهناز تهرانی ها رو من به 100 تا آدم غیر واقعی و به 100 تا جریان غیر واقعی مثل جریان روشنفکری، نیمه روشنفکری و غیر اصیل ایرانی نمیدم. اینو با جرأت میگم.